نقل قول حجت الاسلام عباس نووی از رهبر جمهوری اسلامی در خصوص حدود و اختیارات مجلس خبرگان رهبری جنجال برانگیز شد. آقای نووی که وبسایت یالسارات وابسته به انصار حزب الله از او به عنوان استاد حوزه و دانشگاه یاد کرده، در بخشی از گفتگوی خود با این پایگاه اینترنتی به نقل از آیت الله خامنه ای گفته است: نظارت باید از نقطه بقای شرایط رهبری آغاز شود. اول شما بررسی می کنید که رهبری بر این شرایط باقی است یا خیر. اما اینکه بگویید شرایط هست، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و یا چرا به فلانی اجازه دادید، آن وقت در مورد خردریزها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید. آقای نبوی در ادامه تاکید می‌کند آیت الله خامنه‌ای به صورت مکتوب هم اعلام کرده رأی درست آن است که نظارت خبرگان بر رهبری نظارت بر شرایط باشد. بر اساس اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشخیص اینکه رهبری از وظایف قانونی خود ناتوان بوده و یا فاقد صلاحیت‌های ذکر شده در قانون است با مجلس خبرگان رهبری است. اما آیا به لحاظ قانونی رهبر جمهوری اسلامی اجازه تفسیر موارد قانونی مربوط به اختیارات مجلس خبرگان رهبری را دارد؟ البته این سخن تازه ای نیست. حدود یک دهه پیش من خودم از آیت الله ابراهیم امینی که در اون زمان نایب رئیس مجلس خبرگان بود در مسجد اعظم قم پرسیدم که آقای خامنه ای در پاره ای از امور به مجلس خبرگان اجازه نظارت و دخالت نمیده. آیت الله امینی هم در پاسخ من گفتند که بله، ایشون گفتند در برخی از امور بنده کارشناسانی دارم که مجلس خبرگان به اندازه اون کارشناسان من خبره نیستند، از جمله تصمیماتی که درباره سپاه و مقولات نظامی میگیرم. در نتیجه خبرگان چون در اون حد از تشخیص کارشناسانی که من ازشون استفاده میکنم نیستند، حق دخالت و نظارت در اون امور رو ندارن. بر اساس اون چه که در قانون اساسی اومده، مجلس خبرگان تنها جایی است که حق نظارت و عزل رهبر جمهوری اسلامی رو داره و عزل هم تابعی است از نظارت دقیق. یعنی اگر ناظران تمام رفتار رهبری رو زیر نظر نداشته باشند، پاسخگویی نخوان، چگونه میتونند نظارت خودشون رو مرحله‌ای برسونن که تشخیص بدن که این آدم شرایط رهبری رو داره یا نداره؟ بر اساس اصل 107 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری از 86 فقیه واجد شرایط تشکیل شده که هر کدام برای یک دوره 8 ساله انتخاب می شوند. در طول 3 دهه از تأسیس خبرگان تا کنون هیچ موضع‌گیری انتقادی از ناحیه این مجلس اتخاذ نشده که خود به معنای تأیید رهبری و عملکرد او از ناحیه فقهای عضو این مجلس است. احمد باطبی، صدای آمریکا، واشنگتن.